سیومین روز آذر ماه برابر با 21 دسامبر، شب یلدا یا شب چله یکی از جشن‌های کهن ایرانی است که در آن طی شدن بلندترین شب سال و سپس بلندتر شدن طول روزها در نیم‌کره شمالی که مصادف با انقلاب زمستانی است گرامی داشته می‌شود. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر تا طلوع آفتاب در اول دی ماه گفته می‌شود. یلدا برگرفته از واژه سریانی به معنای زایش و تولد است. ابو ریحان بیرونی از این جشن با نام میلاد اکبر نام برده و منظور از آن را میلاد خورشید می‌داند. در آثار الباقیه بیرونی از روز اول دی ماه با عنوان خور نیز یاد شده است و در قانون مسعودی نسخه موزه بریتانیا در لندن خور روز ثبت شده، اگرچه در برخی منابع دیگر خرم روز نامیده شده است. خانواده های ایرانی در شب یلدا به گرد هم می آیند، شامی در خور تدارک می بینند و انواع میوه های قرمز رنگ و هندوانه را مهیا می کنند تا ضیافتی برپا کنند و سپس به خواندن شاهنامه و پایکوبی و حافظخوانی مشغول می شوند و تولد دوباره خورشید را پاس می دارند. سال 21 خورشیدی برابر با 642 میلادی، سرنگونی سلسله ساسانیان به وسیله سپاه اسلام به دنبال شکست یزدگرد سوم از سپاه اسلام در نهاوند، سلسله ساسانیان پس از 416 سال حکومت منقرض شد و مسلمانان ایران را فتح کردند. یزدگرد سوم در نتیجه خیانت گروهی از زیر دستانش در اطراف مرو در آسیا کشته شد. سال 1258 خورشیدی برابر با 1879 میلادی، زادروز یوزف استالین دیکتاتور شوروی سابق که بدون شک یکی از خوفناکترین حاکمان تاریخ بشری به شمار می آید. پدر او ویسریون جوگاشویلی و مادرش کاترینا ساکن روستای گوری بودند. او در نوجوانی به مدرسه علوم دینی رفت تا کشیش شود، اما مدتی بعد به سازمان دموکراتیک اجتماعی موسوم به مسامدسی پیوست که یک حزب سوسیالیستی بود. او در جریان انقلاب تفلیس و ایروان شرکت کرد و زندانی شد و همچنین با سرقت و حمله های مسلحانه به بانک ها و درشگه های حمله پول، پول های مسروق را در اختیار کمیته مرکزی حزب قرار می داد. او بیش از 10 بار به سیبری تبعید شد و حداقل 9 بار از آنجا فرار کرد. با پیروزی انقلاب اکتبر او به عنوان کمیسر خلق منصوب شد و فرمانده یکی از دو ارتش روسیه در حمله به لهستان بود که به ناکامی منجر شد. پس از مرگ لنین او با حیله و فریبکاری بر مسند قدرت نشست و شروع به تصفیه انقلابیون سابق کرد که از جمله آنان باید از زینویوف، رادک، کامنوف، کیروف، تروتسکی، بخارین و تمام اعضای خانواده همسر سابقش و در نهایت از میلیون ها نفر از مردم شوروی نام برد.